بچه‌ها به ویدیوی جدیدمون خوش اومدین. توی این ویدیو می‌خوایم در مورد علت اصلی مرگ مونبین با هم دیگه صحبت کنیم. مونبین 26 ژانویه سال 1998 در چونگجو به دنیا اومده که خواننده، بازیگر، رقصنده و مدل هستش. مونبین یکی از اعضای پسرانه گروه آسترو بوده و خوانندگی رو از سال 2016 شروع کرده. مونبین یه خواهری داره به نام مونسووا که اون هم خواننده است و عضو گروه بیلی هستش که این خواهر و برادر یه آهنگی رو با هم دیگه میخونن که خیلی وایرال میشه. مونبین از سال 2004 به عنوان مدل کودک شروع به فعالیت میکنه و توی سال 2009 تو سریال پسرانه برتر از گل نقش کیم بوم رو بازی میکنه. همونطور که گفتیم مونبین سال 2016 خوانندگی رو توی گروه 6 نفره آسترو شروع میکنه که اولین آلبوم این گروه سپرینگ آپ بوده و بعد از منتشر شدنش توی رتبه 6 چارت موسیقی بیلبورد قرار میگیره. اعضای دیگر گروه آسترو هم غیر از مونبین، ام جی، جین جین، سانها، راکی و چاون هستند. مونبین در سن 25 سالگی فوت میکنه که رسانه‌های محلی کره جنوبی به نقل از پلیس خبر دادند که مونبین عصر چهارشنبه توی آپارتمانش توی محله لوکس گانگنام سئول از دنیا رفته. بعد از اون روز پنجشنبه، اوایل روز پنجشنبه به زبان کره‌ای یه توییتی منتشر میشه که میگه در 19 آوریل مونبین عضو آسترو به طور غیر منتظره دنیای ما را ترک کرد و به ستاره‌ای در آسمان تبدیل شد. برخی از رسانه‌ها اعلام کرده بودند که اون خودکشی کرده و بعضی دیگه گفته بودند که اون ایست قلبی کرده. خواهرش مونسووا هم برای فوت برادرش میگه بسیار متاسفم برای از دست دادن یکی از زیباترین روح‌هایی که از طریق موسیقی با آنها آشنا شدم. برای خانواده، دوستان و کارفرمایان و طرفدارانش دعا کنید. البته باید به این اشاره کرد که در سالهای اخیر خبر مرگ چند ستاره جوان کی‌پاپ دیگه هم منتشر شده، مثل گواها که در سال 2019 از دنیا رفت. دوست پسر سابقش اون رو مورد آزار و اذیت قرار میداده و بعد از جداییشون به خاطر ویدیوهای جنسی که داشتند از اون باجگیری میکرده که این خودکشی گواها یه ماه بعد از خودکشی دوست و همکارش سالی اتفاق میفته. سالی به دلیل قلدری و آزار و اذیت‌های فضای مجازی خودکشی کرده و به دلیل این اتفاق بوده که درخواست برای شدیدتر شدن مجازات جرائم سایبری توی کره جنوبی بیشتر شد. خب بچه‌ها، از اینکه تا اینجای ویدیو همراهمون بودید ازتون ممنونم. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره.